نزدیک بود خفه بشیم. حالا من جهنم. غذاها همه از بین رفت. بیا خودت ببین. اعتقادات مثل ریشه های کهن مرا به این خاک دوختند. جرم آدم هایی مثل من اعتقاداتشان است، باوری که نمی گذارد طور دیگری عمل. آسمون دارن باید حرف میزنن، نمیبینی؟ یکی از کارهایی که من کردم خیلی خوشحالم اتفاقا در مسیر تندباد بود. این فیلمنامه رو من نوشتم و باز دوباره دویدم دنبال تهیه کننده پیدا بکنم، چون فیلم اون موقع نسبتا گرونتری بود از فیلم های معمولی. مسئله اصلی هم اشغال بود، اینکه حضور جنگ بود. جنگ خود به خود میبرد آدم و طرف یک چیزایی. مثلا من رفتم با یه سری از بچه ها منطقه رو دیدم، مثلا سوسنگر من قید بغض کردیم و گریه کردیم و اینا، که این مثلا چاله کنده بودن، بعد مثلا اجساده که توش ریخته بودن. یه حسی این که اگه اشغال واقعا صورت بگیره چه اتفاقی میفته. منتها اینم میدونستم که وقتی که آدم توی جنگه، اگر فقط راجع به اون جنگ بسازه، مردم اینقدر اشباه شدن و خودشون توی صحنه ان، این لذتی نخواهم برد از دیدن یک فیلم اینجوری. من حس میکردم که مردم نیاز دارن به تفریح، چون اون تو زندگیشونه. آدم هم اینقدر مشکلات و مصائب داره که نمیخواد ببینه دوباره همون هم دوباره رو پرده میبینه. تلویزیون به اندازه کافی مردم رو اشباه کرده بود، بیش از حد اصلا نشون میداد مسائل رو. به احساس میگردم که به تاریخ جهان نگاه میکردیم، اون موقعی که در جنگ جهانی دوم مثلا با اینکه درباره جنگ فیلم هایی ساخته میشد، اما بیشتر موزیکال های بزرگ هم ساخته میشد که مردم رو بکشن به سینما و یه احساسی که هست که آرامش هست. مطالعات زیادی، پژوهش های زیادی کردیم روی جنگ جهانی دوم و خب بهترین جا در واقع که در مقابل متفقین ایستادن باز ایلات بود، به ویژه ایل قشقایی. احساس کردم مثلا در جنگ جهانی دوم ما مثل گوسفندای ملت ما بوده که دادن دم دست سلاح. اینا بدون سلاح، بدون هیچی، یکی یکی همونجوری سر میبرن. برای این اون سکانس اول برای تیتراژ شکل گرفت که یه سلاحخونه‌ای که کاردا داره تیز میشه و این اتفاق، این گوسفندا که با صدا نگاه میکنم و یکی یکی سرشون بریده میشه و این جوی عظیم خون به راه میفته که میرفت تو جنگ، از اینجا حرکت میشد و تیتراژ، یعنی یه جوری میرفت این تیتراژه. و بعد تازه به یاد این میفتیم که بعد از این همه قربانی که میدیم حالا پیوندهای ایجاد میشه. مثلا یه خانواده ای که در واقع سه تا پسر داره، برای اینکه یکیشون احساس میکنه که این شجاعت شیر رو داره، یکیشون احساس میکنه که این عقل خرده و یکیشون احساس میکنه که هر سه تا این موجودات توی خانواده بودن و اینها رو وارد خانواده راستان شده. چون دکتر راستان رو من تو کودکی میشناختم، آدم واقعی بود که خدا رحمت کنه آقای زاهد نقششون رو بازی میکردن، نقش آقای راستان بزرگ رو. انشالله خیره. بدبختی مثل بختک افتاده روی مملکت. دستم به دامنتون آقای راستان. میترسم بچم از دست بری. علی راست میگه رضا؟ ها؟ پرسیدم علی راست میگه؟ خلاف شرع که نکردم. تو مملکتی که هر روزش به یه رنگه، آدم باید همه رو برای خودش نگه داره. پس مردم چی؟ پیوند اینا با ایلات و مردمی بودنشون برام جالب بود.
خیلی یه آدم عجیبی بود. مثلا وقتی میمدن اونجا خب بیمار زیاد بود، یه دونه دکتر بود، از همه جا میمدن، یه صفحه عجیب و غریبی میشد که همه برن دکتر. دستور داده بود دکتر آستان از هیچ کس دعوی ویزیت نکنه، هر کی هر چی داره بذاره بره. یکی مرغ می آورد، یکی دو تا تخم مرغ می آورد. من یادم یه روز پدرم تو خونه بودیم، به این دکتر آستان گفت تو از کجا میاری میخوری اینقدر چیز با دو تا تخم مرغ اینا که بهت میدن؟ اینا گفت آدمای مثل شما زیاد میگیرم. گفت اون که داره گوشت داره، آدم بغلش میبره، این بیچاره رو ندارم. میگه چیکار بکنم؟ برش کردم. برای این دکتر آستان حضور داره توی فیلم در مسیر تند با دکتر آستان و این بچه‌اش که خب یکشون تاجر بود، یکشون نمیدونم پزشکه، این همه دو خود دکتر آستانه و یکشون هم یه آدم تندرویی که شجاعه، یعنی شجاع میخواد بکشه، میخواد ترور کنه و داستان ایران بود و اینکه از قبادی که رفته با انگلیسی‌ها کار میکنه که از حکومت بریده تا این همه یک مجموعه رو تشکیل میدن که نهایت منجر میشه به اینکه حداقل پیروزی در ایل خودشون که زمین خودشون رو پاک کنن، هرچند برادر کشی میشه. درسته مثلا ممکنه 4 تا انگلیسی بخوره ولی در ازای 40 تا ایرانی کشته میشه وقتی این اتفاق میفته، چون ما هیچ وقت با هم انگار درست نیستیم، درک صحیح از موقعیت و مکان خودمون نداریم. اما اینکه مجبوریم و اینکه اینا مثل همین مثل دکتر راستانا مثل این آدما گلبولای سفید خون میمونن، یعنی یه دفعه مدافع یک جریانی میشن و اینا به هم پیوند میخورن. برای این پوستر اون کار خیلی مشکل بود که آقای ممیز وقتی میزد براش میگفت که اینا مثل اینکه بالاخره ایرانو زد، گفت فقط حس بودم که این ایرانه، از همه جاش داره خون بارش داره و اون پوستر خیلی زیبا شد، شیر سنگین هم ایشون زد. چنگ تا به حال خطا نرفت. شلیک زنگان هرون جنگ همینه، اینو کشی میکشی. باشی باشی تا بری. به هر حال فیلم 11 تا کاندید شده بود ولی دو تا جایزه بهش دادم. تنها پاسخ خوبی که ما گرفتیم از مردم بود و این پاسخ خیلی خوبی مردم به ما دادن، گیشه رو پر کردن، اومدن گیشه و این پرویز خان همیشه میگفت تو فیلمی برای من ساختی که حتی تلویزیون به چند برابر قیمت برای اولین بار اون فیلم رو خرید از پرویز خان و موجب شد که خوشبختانه او ضرر نکنه. من خیلی خوشحال شدم چون اون فیلم نامه رو من یک سال دستم بود، هیچکس کمک نمی کرد که فیلم ساخته بشه، خودم هم دیگه هیچی نداشتم که بسازم چون فیلم در شیر سنگیمون بنیاد ازم مصادره کرده بود به هر دلیلی. و یه روز آقای دادگوست اومد، این خدا خیرش بده، این همیشه عامل خیر بود، اومد گفت مسعود پرویز خان. گفتم پرویز خان که گفت قانون یشایی که پخش ایران رو دارد فیلمنامه تو رو خونده، گفت ما این فیلم رو میسازم. گفتم چقدر خوب. رفتیم پیش پرویز خان، واقعا انسان عجیب، یک ادیب، یه متفکر، یه سینماشناس، یه آدم عجیبی هستم. برای این بهترین فیلم های بعد از انقلاب هم این ساخته تقریبا و خیلی عجیب بود چون اون موقع دستمزد یه کارگردان دیگه اگر خودشو میکشت و مثلا تو دنیا مثلا برای اجاره نشینا که بعدش بود مثلا فکر کنم یه تومن یا یک چیزی داده بود آقای، یک میلیون و 200,000 تومان به من داد پرویز خان. برای این من تعجب کردم بابا این اون موقع این خیلی پول بود، از اون کسی نمیداد این پولو. بهشتمون سوخت آتابی،
گرد مرگ به دنیا پاشیده. به این قرآن خدا قسم تا تقاص خونتون رو گیرم از پار نمیشم. حسین پناهی رو من خیلی دوست داشتم، چون یه مثل یه گل وحشی خوب بود حسین. حسین خیلی دوست داشتم. اول آشناییمون هم سر فیلم در مسیر تندباد بود، آغاز آشناییم. بنا بودی که هادی دلاک رو بازی کنه. هادی دلاک وقتی من بچه بودم، این باز از زندگی خود من اومده بود، یه آدم کوچولوی خوشمزه خوش صدایی بود که ختنه میکرد، دندون میکشید، هر کاری بگید میکرد. یعنی من فکر کنم همه کاره اونجا بود. در جمع یه چیز دارت و کلبته این و اینا توی کیفش بود. هادی بیا، آل مریض سر جاش آمده. آمدم. با تو هم هادی بیا دیگه. آمدم. یه دقیقه دندون رو جیگرت بذار تا من برم و برگردم. بده به من کت ما. بعد حسین رو پیدا کردیم که نقش اینو بازی کنه. من حسین رو یه بار دیده بودم، گفتم این خوبه، چون هم صداشو خوشم اومدم. بعد دیگه یادم رفته بود، چون فیلم در مسیر تنباد پر آدم بود و یه عادت داشتم در مسیر که میساختیم مثلا چهار صبح اینا قبل از اینکه هوا روشن بشه سوار اسب میشدم میرفتم تو کوه، بعد خروس خون برمیگشتیم به قول خودمون. اینا برای نون پخته بودن بچه‌های ایلات و اینا که بعدم دوستان بودن همه. میرفتم تو چادر اینا میشستم، پیش تو گروه هم نمیرفتم، با اینا صبحونه میخوردم و برمیگشتم. اون روز صبح من پاشدم رفتم طرف کوه میرفتم، تازه یک کم هوا گرگومیش بود، دیدم یه صدای خوشی از دور یکی دشتی میخونه، اینا فایز خونی میکرد. رفتم طرف چشمه بیاد، رفتم طرف چشمه، دیدم یه آدم کوچولوی نشسته که همه حسین پناهی بود. این خاطره همدیگر رو درست دیدن هم که یادم نمیره. بعد من فکر کردم چه قیافش خیلی روستایی بود، فکر کردم از هم بچه های ایلات و ایناست. یادم نبود که این مثلا کیه. این چه خوردم باید خود نگاهش کردم و گفتم که عمو جان این گلدره میگه این که همش خاک کو گلش اینا. بعد این حسین هم خود به من نگاه کرد، خیلی آدم عجیبی بود، گفتش که سالار سردار از اون اسبت پاتو بذار پایین، بالا واسدی چشات ضعیفه نمیبینی، بیا پایین پاتو بذار رو فرش تا گلا رو ببینی. من هیچ خوشم نمیاد از این حرفش. یادم یه جوری آدم حس میکنه که این داره به توهین میکنه، چون با یه حالت خیلی جذابی گفت که به اصلا خوردم من ریختم. من بعد نگاهش کردم مثلا حس کردم این کیه، من قد وزده مثلا کتاب خوندم. من از اسبم اومدم پایین، یه دفعه زیر پامو نگاه کردم، واقعا یه فرش گل زیر پای منه و من کور نمیبینم، برای اینکه این گلا برگ نداره، این گلا رنگ خاکه، اینا گلم. من دارم رو اسبم با اسبم همه کف این دره گلای کوتاه انقدی هستم، عطر خیلی عجیبی داره که من بالا عطر رو اسمون ولی رسته میکنه گلم، و پا تو انگار روی نرمی این گلا میذاری. اینا همه اینقدر برگ نداده، تقریبا یه سیر بنفش سفیده، شبیه خود خاکه. اون موقع من عاشق حسین شدم. گفتم تو کی بچه اینجا فقط پر روی میکنی اینا؟ گفت من حسین پناهی هم. یه قبلش نمیشناختی؟ نه دیده بودمش، با هم حرف زده بودیم، ولی در حد اینکه خب این برای این نقشه خوبه، خداحافظ اینجوری.
اینجوری نمیشناخته مثلا. گفت من حسین پناهی هم، پناهی دشکو. گفت پس از بچه های خودمونه کار. بغلش کردیم و نشستیم بغل چشمه، آب خوردیم و برگشتیم، صبحونه خوردیم. برای من منبع الهامی بود، خیلی عاشقش بودم، خیلی دوستش داشتم. بعد دیگه رفیق ترین رفیق شدیم با هم. میزی برای کار، کاری برای تخت، تخشی برای خواب، خوابی برای جان، جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ. این بود زندگی.